تا همواره در سال ابتدایی شروع به کار تورم موجود را ارسیه می دانند که از دولت قبل به یادگار مانده اینکه تورمی که اکنون شاهد آن هستیم چقدر ارث دولت گذشته چقدر ناشی از تحریم ها و چقدر ناشی از سیاست های تورمزای دولت کنونی است موضوعی است که درباره آن با دکتر علی سعدوندی به گفتگو نشستیم سلام آقای دکتر وقتتون بخیر ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین لطف کنید برای ما و مخاطبای ما توضیح بدین که چقدر از تورمی که الان شاهد اون هستیم از ارسی ای هستش که از دولت آقای روحانی برای دولت آقای رئیسی به یادگار مونده چقدر ناشی از تحریم هاست و چقدر از سیاست های هستش که دولت کنونی در پیش گرفته سلام عرض می کنم خدمت شما سرکار خانم میرزایی و بینندگان عزیز اکو ایران ببینید معمولا دولت ها یک سنت دیرینه دارند و اون این هست که اگر مشکلی پیدا میشه این مشکل رو به دولت پیشین در واقع احاله میدهند و خودشون رو در واقع مبری میدونند از مشکلاتی که در اقتصاد به وجود میاد واقعیت این هست که تورمی که از ابتدای دولت کنونی در کشور حادث شده ما میتونستیم چند ماه اول رو در واقع ناشی از سیاست انبساطی ای و سیاست انبساطی پولی بدونیم که دولت آقای روحانی در ماه‌های آخر در واقع اجرا کرد و به نظر من بسیار اشتباه استراتژیکی بود که دولت گذشته انجام داد تحت این عنوان که میخواستن پروژه های برخی از پروژه های عمرانی رو افتتاح کنند که اصلا این حرکت سیاسی هم به جایی نرسید ولی میراث بدی رو به جا گذاشت ولی به جز اون چند ماه ما نمیتونیم تورم فعلی رو که بعد از یک سال تنها در واقع حاصل سیاست های دولت آقای روحانی بدونیم البته به یک از یک جنبه می توانیم حاصل سیاست های آقای روحانی بدونیم و اون این هست که بسیاری از سیاست های دولت گذشته رو دولت جدید تا و نقل به نقل متاسفانه اجرا کرده و ادامه داده حتی در جایی که خیلی خیلی تاکید شدید صورت گرفته بود که به عنوان مثال برخی از سیاست های مشخص تغییر کنه مثال میزنم خدمتون مثلا اینکه کازینوی ملی که برای خودرو ساختیم این رو متوقف کنیم حتی این سیاست هم که ریاست محترم جمهور در انتخابات در زمان انتخابات ریاست جمهوری خیلی روی مسئله تاکید داشتن حتی این مورد هم تغییری پیدا نکرد و سیاست های دولت گذشته متاسفانه سیاست های تورمی یا به عبارت بنده سیاست های بوده و متاسفانه همون سیاست ها امروز هم ادامه پیدا کرده اما قبل از اینکه من بپردازم به اینکه کدام سیاست ها بوده که در گذشته در دولت گذشته بوده و در دولت فعلی هم ادامه پیدا کرده اجازه بدید رو خدمتون عرض کنم که مهمترین عامل تورم در 50 سال گذشته در اقتصاد ایران افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی است در زمانی که فروش نفت به دلیل تحریم ها کاهش پیدا کرده این عامل اصلی تورم اتفاقا التیام یافته است یعنی اینکه ما تورم رو به تحریم های خارجی نسبت بدیم به نظر من به عنوان کارشناس اقتصادی اصلا محلی از اعراب ندارد بلکه باید ریشه ها رو در سیاست های نادرست داخلی ببینیم درسته اشاره کردیم به اینکه باید توی سیاست های داخلی عوامل تورم زدیده زد بشه عوامل تاثیرگذار رو میشه بر ما توضیح بدین بله ببینید مهمترین دلیل تورم این هست که مقدار پول بیش از مقدار تولید ناخالص ملی رشد کنه این دلیل اصلی تورم هست و متاسفانه از دو مجرا مقدار پول یا مقدار نقدینگی در کشور ما متاسفانه در طی سالیان گذشته رشد کرده یکی نظام بانکی هست که متاسفانه وام هایی داده می شود و باز نمی گردد و نظارتی در این زمینه صورت نمی گیرد و تلاش جدی برای بازگرداندن این وجوه متاسفانه صورت نمیگیرد یعنی من باورم این هست که در کشور باید یک جنبش ضد فساد شکل بگیره که متاسفانه تا کنون ما چنین چیزی رو ندیدیم چه در دولت گذشته چه در دولت فعلی بنابراین حساسیت کم دو دولت نسبت به فساد به خصوص فساد بانکی سوال برانگیز است و متاسفانه دلیل تورم بوده است اما بزرگترین وام گیرنده از دولت چه کسی است دولت هست خود ببخشید بزرگترین وام گیرنده از نظام بانکی دولت هست و دولت کسری بودجه خودش رو سعی کرده که از نظام بانکی به صورت غیر سیال، غیر جاری و غیر شفاف تأمین کند اتفاقا خاطرتون هست که سال گذشته و سالهای پیش از اون که بنا بود کسری بودجه دولت به جای اینکه از نظام بانکی تأمین بشه از محل اوراق تأمین بشه چقدر مقاومت در مقابل این قضیه وجود داشت تفاوت این که دولت اوراق منتشر کنه و نظام بانکی این اوراق رو خریداری کنه با اینکه اوراق منتشر با اینکه اوراق منتشر نشود و از نظام بانکی دولت مستقیما تامین کسری بودجه انجام دهد فقط در مسئله شفافیت و سیالیت هست. یعنی دولت در حالت فعلی بدهی که ایجاد میکنه در نظام بانکی این بدهی متاسفانه بدهی غیرجاری یا بدهی نکول شده به حساب میاد که باعث رشد نقدینگی میشه و باعث تورم میشه در این مورد هم دولت باید احتمام ببرزد به در واقع انضباط مالی ای که متاسفانه دولت گذشته از این مسئله کاملا سر باز زد و متاسفانه دولت فعلی هم دقیقا مسیر دولت گذشته رو داره دنبال میکنه پس چه در زمینه نظارت بانکی و چه در زمینه انضباط مالی بودجه ای متاسفانه مسیر همون مسیر گذشته است اما نکته سومی هم هست که باعث تورم طرف عرضه میشه تورمی که بسیار نادره در دنیا ولی در کشور ما سالیان سال هست که این مسئله هم یکی از عوامل اصلی تورم به حساب میاد و اون سیاست های تثبیت قیمتی و سیاست های تعذیراتی هست سیاست های تثبیت قیمتی و سیاست های تعذیراتی موجب سرکوب سرمایه گذاری موجب تغییر در واقع تولید کننده میشه و موجب میشه که تولید کننده و سرمایه گذار در نهایت دست از تولید بکشد و یا از کشور خارج شود و یا اینکه اقدام کنه به فعالیت هایی که غیر مولد هست و سود اجتماعی زیادی نداشته باشه این متاسفانه سیاستی بود که در دولت گذشته هم بر, بر اون تاکید میشد به طور مشخص جناب آقای حسن روحانی بسیار روی این مسئله تاکید داشتند بنده اطلاع دارم که در جلسات هیئت دولت و در جلسات اقتصادی دولت روی این مسئله تاکید می‌کردند، اما دیگه دولت جدید متاسفانه حتی گوی سبقت رو در این سیاست مخرب از دولت گذشته ربوده است و متاسفانه من چشمانداز خوبی رو در انتظار اقتصاد ایران از منظر تورم نمی بینم. درسته آقای دکتر توی فرمایشاتون اشاره کردیم به دو تا نکته یکی بحث نقدینگی بود و بعدی هم در مورد فروش اوراق که حالا یکی از راه های کسری کسی بودجه هست توی سیاست های دولت کنونی نشونه های از تمایل به کنترل نقدینگی دیده میشه خیر اصلا چنین نیست یعنی شما اگر آمارها رو ملاحظه بفرم البته یک مقداری در واقع رشد نقدینگی در چند ماه گذشته یک مقدار کاهش نشون داده ولی ولی سیاست ها همون سیاست های سابق هست اتفاقاً من از قول وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی خدمت شما ارز می کنم که ایشون زمانی که نماینده مجلس بودن اعلام کردن که هر فردی در رأس کار بیاد در واقع در سال 1401 یک مقداری تورم کنترل خواهد شد یک مقدار کاهش پیدا خواهد کرد اما اینکه از نظر اصولی سیاست ها تغییری کرده باشه نسبت به قبل بنده مطلقا نمی بینم که تغییری ایجاد شده باشه درسته بعد در رابطه با فروش اوراق هم یه توضیح برای ما بدین ظاهرا در دولت سیزدهم تمایل یا حالا علاقه ای به فروش اوراق برای تامین کسری بودجه دیده نمیشه و معتقدن که این یک بدهی هست که منتقل میشه به دولت بعدی یه توضیح در مورد این بدین که چه آثار مخربی میتونه داشته باشه این نگاه بله ببینید در دولت گذشته هم بدهی ایجاد شد و به این دولت منتقل شد ببینید کسری بودجه برای تأمین کسری بودجه شما راهی به جز ایجاد بدهی ندارید راهی به جز اینکه شما بالاخره یک به یک نوعی این کسری رو پر کنید راه دیگری نخواهید داشت دقیق می کنید. حتی راه های دیگری که بعضی ها مد نظرشون قرار میگیره یا اصلا ممکن نیستن یا اینکه در واقع قدرت تخریبی دارن راهی, راهی که ممکن نیست مثل مولد سازی همین دولتی که الان در رأس کار هست بر دولت پیشین انتقادات جدی داشت که مسئله مولدسازی رو جدی نگرفتند و مولدسازی رو مطلقا انجام ندادند. بنده تا اونجا که اطلاع دارم دولت سیزدهم هم, هم در این زمینه کوچکترین قدمی برنداشته. یعنی اگر که تکلیف بودجه رو شما در نظر بگیرید شاید یک صدم تکلیف بودجه هم تا امروز مولدسازی انجام نشده و به باور بنده اعتقادی هم در این زمینه وجود نداره پس این راهکاری بوده که میشده یک مقدار درآمدهای دولت رو افزایش داد ولی نه دولت پیشین نه این دولت اعتقادی در این زمینه ندارن در زمینه مالیات ها واقعیت این هست که در علم اقتصاد ما یک مفهومی داریم تحت عنوان لافر کرد و لفر منظور این هست که اگر شما بیش از حد نرخ‌های مالیاتی رو بالا ببرید یا بیش از حد بخواید به جامعه فشار بیارید در جهت گرفتن مالیات نتیجه میتونه معکوس باشه و نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی حتی میتونه کاهش پیدا کنه بنابراین این اصلاحات مالیاتی یک کار بغرنج و ای هست که باید حتما در میان مردم حمایت پیدا کنه باید حتما با مردم در میان گذاشته بشه خب الان بیشتر دولت روی این مسئله داره تاکید میکنه علا رقم همه اینها تمام این منابع درآمدی رو هم که شما در نظر بگیرید در نهایت اگر که هزینه های تکلیف شده بودجه از منابع بودجه بالاتر باشه این فاصله از طریق استقراض پر خواهد شد اما عرض کردم خدمتتون ما دو نو یا سه نوع استقراض داریم یک نوع استقراضی که مستقیما دست در جیب مردم می کنند و اون استقراض از بانک مرکزی است که دولت گذشته اتفاقا در این زمینه ید طولایی داشت بدین صورت که تنخواه دولت نزد بانک مرکزی رو مرتب افزایش میدادند سقف تنخواه رو افزایش میدادند و اعلام میکردند که ما اصلا کسری بودجه هم نداریم یا اینکه کسری بودجه ما از محل در واقع پول پرقدرت تأمین نشده که این واقعا خلاف واقع بود در دولت جدید هم بارها ادعا شده که ما از منابع بانک مرکزی برداشت نمی کنیم. اما واقعیت این هست که چرا این قضیه صورت گرفته و من امیدوارم افرادی که در دولت حضور دارند و از نظر اقتصادی پیچیدگی کافی رو ندارند لاقل مشاورانی بگیرند که برای این عزیزان حقیقت رو عیان و آشکار ارائه بدهند واقعیت این هست که دولت جدید هم وقتی که از صندوق توسعه ملی به عنوان مثال منابع ارزی رو منتقل میکنه به بانک مرکزی در واقع داره از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده میکنه در واقع داره پای پولی خلق میکنه یا اینکه اگر درآمد نفت حالا صورت سوری یا حتی واقعی اگر, اگر منتقل بشه به ترازنامه بانک مرکزی این هم باز موجب افزایش پای پولی و موجب تورم خواهد شد بهترین راه تأمین کسری بودجه دولت بدترین راه به نظر من همین راهی است که الان بیشتر از همه در پیش گرفته شده و اون اتکا به نظام بانک های تجاری است چرا وقتی که شما تأمین کسری بودجه رو از محل در واقع دسترسی به ترازنامه بانک های تجاری سعی می کنید تأمین کنید و در واقع نه فقط دسترسی بلکه من باید از لفظ دست درازی استفاده کنم وقتی دست درازی صورت می گیره به منابع نظام بانک های تجاری کشور بانک های تجاری کشور فشل می شود و در واقع کل اقتصاد کشور به گروگان گرفته می شود برای تأمین کسری بودجه دولت و اما بهترین روش این هست که در بازار در بازار باز در بازار آزاد اوراق منتشر بشود و و بانک مرکزی مسئول کنترل نرخ این اوراق بشود این روشی است که در همه دنیا انجام شده و شما میبینید که حتی در کشورهای پیشرفته در زمان کرونا حتی مقدار کسری بودجه یا درصد کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص ملی به مراتب بالاتر از ایران رفت ولی آس آثار تورمی چندانی نداشت هرچند در کشورهای پیشرفته هم الان موج تورمی رو میبینیم ولی این موج تورمی خود ساخته بوده نه اینکه تورم از دست اینها خارج شده باشه البته ممکنه در آینده تورم تا حدی از دست بانک های مرکزی خارج بشه و ممکنه که بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته مجبور بشن که سیاست های رو در پیش بگیرن علا ای حال صحبت بنده این هست که اگر ملاحظه بفرمایید تقریبا بدون استثنا در کشورهای پیشرفته دنیا اوراق برای تأمین کسی بودجه دولت استفاده می شود که متاسفانه در کشور ما در طی چند سال گذشته سعی شد که این ابزار مفید و ابزار در واقع شفاف و فرح برای اقتصاد ایران متاسفانه بی اعتبار بشود که تا حد زیادی هم افرادی که به هر دلیلی در, در تلاش بودند برای بی اعتباری اوراق متاسفانه موفق شدند درسته آقای دکتر یه توضیحی هم راجع به راهکارهای کنترلی نرخ تورم برای ما بگین که چه راهکارهای کنترلی رو میتونیم در پیش بگیریم که نرخ تورمی که به صورت فزاینده داره بالا میره کنترل بشه بله ببینید ارز کردم اگر ما دلایل کنترل تورم دلایل تورم و رشد تورم رو ما در نظر بگیریم خب راه های کنترلی هم از همون طرف مطرح میشه در کوتاه مدت اگر سیاست گذاری نرخ بهره به درستی صورت بگیره و سیاست گذاری تورمی به درستی صورت بگیره تجربه علم اقتصاد در سراسر سر جهان نشون داده که میشه تورم رو به خوبی کنترل کرد من در این مورد مثال میزنم خانم نابولینا ریاست باسواد با تجربه و مقتدر بانک مرکزی روسیه که در همین اواخر هم به خوبی توانسته تورم رو کنترل کنه به خوبی توانسته نرخ ارز رو در, در روسیه کنترل کنه و ایک خاش مسئولین کشور ما یک مقداری تواضع به خرج میدادند و از ایشون میپرسیدند ارائه طریق میگرفتند که چگونه ایشون توانسته در مقابل تحریم های بین المللی مقاومت کنه و دو بار هم این مسئله اتفاق افتاده یکی در سال 2014 و یکی هم امروز ببینید ارز کردم در کوتاه مدت قطعا باید به باور بنده تمامی کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق تأمین بشود اما علاوه بر این بانک مرکزی به عنوان بازارساز بازار ثانویه بازار سانوی اوراق می سیاست نرخ بهره مؤثر داشته باشد باید بانک مرکزی مستقل بشود علاوه بر بانک مرکزی مستقل باید یک شورای مستقل از صاحب نظران درجه ای که کشور باید تشکیل بشه که روی نرخ بهره یا روی نرخ بازار حداقل روی نرخ بازار بین بانکی اعمال سیاست بشود یعنی نرخ بازار بین بانکی رو افراد سرشناس صاحب نظر مستقل باید تعیین کنند اگر این اتفاق بیفته و اگر بانک مرکزی در کنار این سیاست هدف گذاری نرخ سود اگر سیاست هدف گذاری نرخ تورم رو هم به درستی انجام بدهند نه مثل روشی که آقای هم قیمتی انجام داد انگار این, این عزیزان تصورشون این بود که خوم رنگرزی است که به راحتی میتونن اعلام کنن تورم 22 درصد بعدم تورم خودش میاد به 22 درصد میرسه بانک مر... اعتبار بانک مرکزی خیلی مهمه اگر اعتبار بانک مرکزی از دست بره هیچ کدام از سیاست های کنترل تورم موفق نخواهد شد من هشدار میدم خدمت ریاست محترم بانک مرکزی دولت سیزدهم که اگر شما نتوانید اعتماد جامعه رو کسب کنید اگر شما فقط بنا باشه که اعتماد هم دانشگاهی و هم خوابگاهی خودت رو کسب کنید در نهایت در سیاست های پولی کشور شکست خواهید خورد باید اعتماد فعالان اقتصادی جلب بشه بانک اعتبار بانک مرکزی خیلی مهمه در کنار هدفگذاری تورمی تورم و هدفگذاری نرخ سود به طور مشخص باید در واقع اصلاحات بودجهای در کشور شکل بگیره که متاسفانه در سالهای گذشته اقداماتی انجام شد تحت عنوان اصلاحات ساختاری بودجه. ولی به باور بنده به اهداف نرسید و به اهداف هم نخواهد رسید من امروز تاکید میکنم روی این قضیه باید بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا بشود اگر این چند راهکاری که من خدمت شما عرض کردم اتفاق بیفته به جرئت خدمت شما عرض میکنم علا رقم تحریم می نرخ تورم رو به زیر 10 درصد برسونیم و میتونیم در واقع بازار ارز رو هم به،, به, یک سلامت خوبی به یک در واقع ثبات خوبی برسونیم در مورد بازار ارزم دقیقا همون سیاستی که بانک مرکزی روسیه در پیش گرفت باید در پیش گرفته بشه کشور ما کشور بزرگی است می سیاست سیاست گذاری پولی مستقل داشته باشه سیاست گذاری پولی مستقل در واقع ملازم این هست که نرخ ارز حتما شناور باشد نرخ ارز باید تک نرخی بشود این بازار منحرف و جاهلانه نیما باید برداشته بشه بازار ارز آزاد و بازار نیما باید یکی بشود اجازه بدیم که نرخ ارز انعطاف داشته باشه انعطاف نرخ ارز باعث میشه که سیاست گذاری پولی موفق بشه موفقیت سیاست گذاری پولی اتفاقا باعث خواهد شد که شما شاهد جهش ها و شوک های ارزی در آینده نباشید درسته. آی دکتر، یکی دیگه از مسائلی که مطرح میشه و گفته میشه که در دهه اخیر تاثیر زیادی روی نرخ تورم در اقتصاد ایران داشته، همین شوک‌های ارزی هست که شما اشاره کردین و خیلی توی مخصوصا تو سالهای گذشته خیلی هم پررنگ بوده نقشش در اقتصاد ایران. فکر میکنین چه سهمی داره تر نرخ تورمی که ما الان شاهد اون هستیم؟ بله ببینید سهم جدی داره در انتظارات تورمی اما واقعیت این هست یک ضرب مصری در زبان انگلیسی هست که من اگر به فارسی بخوام ترجمه کنم به این صورته که آیا سگ دوم رو تکون میده یا دوم سگ رو تکون میده متاسفانه حدود پنجاه ساله در اقتصاد ایران اقتصاددانان ما تصور میکنن که دوم سگ رو تکون میده یعنی تصور میکنن که قیمت ارز همینجور خود به خود بالا میره و این باعث تورم میشه در حالی که واقعیت این هست که قیمت ارز به خاطر انباشت تورم و به خاطر انباشت نقدینگی که افزایش پیدا میکنه حالا ما نمیدونم چرا شدیم یک جزیره جدایی که یک تخیل و تصور دیگری نسبت به کنشهای انسانی داریم تا وقتی که اینگونه فکر میکنیم مطمئن باشید تورم معضل تورم اصلاح نخواهد شد ببینید تورم ایران طولانی ترین تورم تاریخ بشر بود این طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشر به وجود نمی آمد، استمرار پیدا نمی کرد مگر اینکه پشتوانه ایدئولوژیک داشته باشه. یک سری اصول نادرست تحلیل متاسفانه در کشور ما وجود داره در میان سیاستگزار اقتصادی ما وجود داره در میان دولت مردان وجود داره در میان عامه مردم وجود داره و به خصوص توسط قشت بخش بزرگی از اقتصاددانان ما متاسفانه پشتیبانی و راهبری می شود که این اصول قطعا اشتباه بوده اگر اشتباه نبود ما به مدت 51 سال تورم پیدا نمی کردیم تا وقتی که این طرز فکر اصلاح نشود ببینید وقتی شما نرخ ارز رو عامل اصلی تورم میدونید نه عامل انتظارات تورمی خب طبیعی است که وضعیت به اینجا کشیده میشه که شما هر بار در طی 50 سال گذشته سعی می کنید نرخ ارز رو تثبیت کنید و این تثبیت نرخ ارز با شکستن کل دستاوردهای علم اقتصاد در زمینه سیاست های ارزی بوده یعنی آقای رابرت ماندل برنده جایزه نوبل این مفهوم سگانی ناممکن رو مطرح کردند که شما یا نرخ ارز رو باید تثبیت کنید یا سیاست های پولی مستقل داشته باشید حتی اگر ما میخوایم نرخ ارز رو تثبیت کنیم طبق نظریه رابرت ماندل حتما باید سیاست گذاری پولی کشورمون با سیاست, گز... با سیاست پولی کشور مرجع که در کشور ما متاسفانه نرخ ارز ما به دلار آمریکا تثبیت کردیم یعنی بانک مرکزی ما باید تابع بانک مرکزی آمریکا باشه تا شما بتونید نرخ ارز رو تثبیت کنید و وقتی که اصول مسلم علمی رو ما نادیده میگیریم پنجاه سال تورم ادامه پیدا میکنه و همچنان عدهای از افراد در کشور بر همون ریل گذشته حرکت می کنند و سعی می کنند که مسیر نادرست مخرب گذشته رو متاسفانه توجیه کنند درسته خیلی ممنونم آقای دکتر از وقتی که در اختیار ما گذشتی این روز خوبی داشته باشیم خواهش می کنم سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید خدا نگهدار شما خدا نگه.